سلام درود خدمت تمام هموطنان عزیز. خواستم امروز یک کوتاه یک ویدیو بر شما برم در مورد کارهای ما. دفتر روابط افغانستان امریکا دفتر امیگریشن نیست. ما پل ارتباطی و انتقال صدای شما از افغانستان اروپا به امریکا هستیم و ما صرف تجربه خود در بخش امیگریشن که داشتیم و داریم با شما شریک میکنیم و ما شما را تشویق به اپلای کردن بخش های گوناگون امیگریشن نمی کنیم، اما تجربه خود شریک می سازیم. می خواهیم که اگر شما خواستین ما نتیجه مثبت در بخش امیگریشن یا اپلای کردیم گرفتیم، هموطنان ما گرفتن، خواستم امو نتیجه مثبتشان با شما شریک بکنم که شما هم بتونید فامیلایتان کمک بکنید. و بعض دوستا سوال کردن از ما که $575 ما به شما یا به دولت امریکا دادیم. نه خیر، ما با دولت امریکا فرق میکنیم. $575 که به فی نفر به امیگریشن دادین به حکومت امریکا دادین و پولتان در بخش یومیتریان پیرول دادین، اونا نمیسازن. پولتان جار بر جا است. انشالله کسایی که اگر رد شدن، کدام مشکل دارن، البته کدام داکومنت یا کدام مشکل دیگی، اما کسایی که قبول شدن نقص نکردن، لحاظا پولتان اپلای کردین به فامیلتان، کم از کم سرتان پیش فامیلتان بالاست که شما مصرف کردین وقتتان پولتان و برشان اپلای کردین. ای که نتیجه مثبت است، منفی است، و تمامش کارهای خداوند است. خداوند ما را کمک بکنه. دعا میکنیم که کارهای شما انشالله شود. و چند لحظه قبل ما صدای نظامی ها را گرفتیم. در مورد نظامی ها هم صحبت کنم کمه که ما پیام نظامی های افغانستان، خبرنگار های افغانستان را گرفتیم. انشالله بعد از کریسمس ما تمامش را به مقامات امریکایی شریک میسازیم. امی وظیفه ماست که ما پیام شما را بگیریم، با مقامات امریکایی شریک بسازیم. این وظیفه رسمی ما است. دفتر روابط افغانستان امریکا به کسایی که نو تازه به امریکا میاد، خصوصا به ورجینیا، ما برشان خانه پیدا میکنیم، وظیفه پیدا میکنیم و در بخش فرهنگ امرایشان کمک و همکاری میکنیم تا درست موضوعات در امریکا بلد شون، بشناسن. و موضوع بسیار مهمه که دیروز یک ویدیو رو ثبت کردیم بر شما به نشر رساندیم. تمام میل باکس اونا فول است. اونا فکر نکنم دیگر مسیج دریافت کنن و همچنان امیگریشن امریکا میل باکسشان فول است. بیشتر از 300,000 ایمیل برشان آمدن. یک ذره زمانگیر است، وقتگیر است. شما باید حوصله و صبر بکنین. لحاظا بعض دوستا بر ما میگن که آقای ناصری ما را انتقال بده از افغانستان به امریکا، ما میخواییم که از ترکیه یا از افغانستان ما را کمک و انتقال بده که زندگی ما در خطر است. هموطنان عزیز، دوستان، خواهران، برادران، دفتر روابط افغانستان امریکا یا خصوصا ما هیچ کس را انتقال داده از افغانستان به امریکا نمیتونیم. قبلا هم گفتیم، حالا هم میگیم، شما میتونین خودتان اپلای بکنین. ما صرف تجربه خود، ایمیل هایی که ما دریافت میکنیم، ارگانیزیشن های مختلفی که در امریکا هست، این جوهای مختلفی که انتقال میتن مردم از افغانستان به امریکا، اونا را ما بر شما معرفی میکنیم، اونا را با شما شریک میسازیم، پیام شما را میبریم به اونا، به نمایندگی شما صحبت میکنیم. لحاظا ما کسی را انتقال دادن نمیتونیم. لطفاً با ما در انباکس ما یا در ایمیل ما ورقا و اسنادهای محرمتان روان نکنیم، چون ما کسی را انتقال داده نمیتونیم. صرف تجربه خود شریک میکنیم و از کسایی میفهمیم که واجد شرایط است، پیامشان با این جوهایی که شما را انتقال میتن، مانند Human First Coalition، مانند و غیره و غیره ارگانیزیشن ها، با اینا صحبت میکنیم، با مسئولینش صحبت میکنیم و شما را وصل میسازیم با اونا. و دفتر ما دفتر دادخواهی شما از افغانستان به امریکا است. ما به خاطر شما دادخواهی میکنیم، به خاطر درد شما دادخواهی میکنیم، به خاطر نظامیایی که فعلا در افغانستان موندن دادخواهی میکنیم، به خاطر خبرنگارا، فعالان مدنی، با تمام شمایی که واجد شرایط هستین ما دادخواهی میکنیم. پیام شما را
درد شما را با مقامات آمریکایی در آمریکا شریک می‌سازیم. لذا ما را درک بکنید. دفتر دوباره تکرار می‌کنم، دفتر روابط افغانستان آمریکا، دفتر امیگریشن نیست، صرف ما تجربه خود شریک می‌سازیم با شما و پیام شما را با مقامات آمریکایی وصل می‌سازیم. کسایی که نو میآیند، تکرار میکنم، کسایی که نو میآیند در آمریکا، لطفا ما برشان خانه، وظیفه و بخش فرهنگی کمک و همکاری میکنیم. پرسنل ما ماشاءالله زیاد است، در بخش سوشال ورک در خدمت شماست. تشکر میکنم. خدا کنه ویدیوهای ما را با تمام تیک تاک هایتان، با فیسبوک هایتان شریک بسازین. سلام علیکم.